تاریخچه پزشکی به زمان پیدایش بشر برمیگرده، به زمانی که طبیبان باستانی از گیاهان خاص برای درمان بیماری‌ها استفاده می‌کردند. بقراط پدر پزشکی پایه و اساس طب مدرن رو بنا نهاد. در قرن 19 ادوارد جنر واکسن آبله رو ساخت و لوی پاستور ثابت کرد که میکروارگانیسم‌ها باعث بیماری میشن. قرن 20 آنتی بیوتیکا، تصویربرداری پزشکی و پیوند اعضا رو به ارمغان آورد. تو 400 سال گذشته عمر انسان دو برابر شده، اما چیزی که در طول مسیر اتفاق افتاد این بود که پزشکی به یه صنعت پولساز تبدیل شد. در سالهای اخیر تریلیون‌ها دلار برای تحقیقات و درمان سرطان هزینه شده. درمان قطعی برای سرطان هنوز پیدا نشده و بعضی هم عقیده دارن که درمان سرطان پیدا شده، اما شرکت‌های بزرگ داروسازی اجازه تولید نمیدن، چون از قبال بیماری مردم میلیاردها دلار کاسبی میکنن. آیا واقعا همینطوره؟ رویال ریموند رایف در سال 1888 تو نبراسکا به دنیا اومد. دانش آموز خوبی بود و میخواست دکتر بشه. تو سن 16 سالگی به دانشگاه جانز هاپکینز، یکی از بهترین مؤسسات پزشکی دنیا، راه پیدا کرد. رایف به باکتری شناسی و دنیای میکروسکوپی علاقمند شد و این علاقه اونو به سمت اپتیک یعنی لنز کشوند. برای اینکه بتونه باکتری ها رو به طور مؤثرتری مطالعه بکنه، باید اونها رو واضح میدید. تو شرکت زایس ورکس تو نیویورک مشغول به کار شد و زیر نظر مهندسان ارشد اپتیک آموزش دید. اگه چیزی درباره میکروسکوپا، تلسکوپا یا دوربین ها یا هر چیزی که لنز داره شنیده باشین، حتما اسم زایس به گوشتون خورده. و رایف یه آدم عملگرا بود. تجهیزات خودش رو خودش می ساخت. از جمله یکی از قوی ترین میکروسکوپ هایی که تا اون زمان ساخته شده بود، میکروسکوپ یونیورسال رو ساخت. در دهه 1920 میکروسکوپ های استاندارد فقط میتونستن اشیا رو تا 2000 برابر بزرگنمایی بکنن، اما میکروسکوپ رایف میتونست تا 60000 برابر بزرگنمایی بکنه. اون میتونست ویروس ها و باکتری هایی رو ببینه که قبلا کسی ندیده بود. رایف چیزی رو کشف کرد که اونو باسیلوس ایکس یا ویروس بی ایکس نامید. اون معتقد بود که سرطان یه بیماری نیست، بلکه یه ویروسه. اون میخواست این میکروارگانیسم ها رو بدون آسیب رسوندن به بافت های اطرافش از بین ببره. بعد یه کشف شگفت انگیز دیگه کرد. اون فهمید که قرار دادن میکروارگانیسم ها در معرض فرکانس های خاص باعث منفجر شدن اونها میشه. باید بلافاصله فلج بشن و شروع به تجزیه از درون بکنن. همه اشیای فرکانس تشدید دارن. وقتی در معرض نیروی خارجی با این فرکانس قرار میگیرن، انرژی رو جذب میکنن و با شدت بیشتری میلرزن. بعضی از قسمت های بدن انسان فرکانس های خودشون رو دارن. این تو MIR مفیده، چون از فرکانس ها برای تولید تصاویر تشخیص پزشکی استفاده میکنه، اما میتونه خطرناک هم باشه. اگه یه شی رو برای مدت زیادی یا با انرژی زیادی تشدیدش کنید، ممکنه آسیب ببینه یا از بین بره. این دلیلیه که بعضیا و خواننده ها میتونن با خوندن نوت درست یه لیوان رو بشکنن. پس رایف یه جنراتور فرکانس رایف ساخت، یا دستگاه رایف، که فرکانس های خاصی رو برای هدف قرار دادن و نابود کردن میکروارگانیسم های خاص منتشر می کرد. اون به این فرکانس، فرکانس نوسانی مرگبار می گفت. اون فرکانس هایی رو پیدا کرد که سل، حسبه، سینه پهلو، سیاه زخم و خیلی چیزهای دیگر رو بدون آسیب رسوندن به بافت های سالم از بین می برد. حالا میتونین تجزیه شدن باکتری ها به تیکه های کوچیک رو ببینین. این کشتن باکتری ها بدون آسیب رسوندن به سلول های انسانه، بدون دارو. اون به موش های آزمایشگاهی سلول های سرطانی تزریق کرد که باعث ایجاد تومورهایی به اندازه توپ گلف شدن. بعد از دستگاهش برای مطابقت دادن فرکانس نوسانی کشنده سرطان استفاده کرد. کارش جواب داد. موش‌های آزمایشگاهی کاملا از سرطان پاک شدند. کار رایف توجه دکترای دیگر را جلب کرد. دکتر میلبانک جانسون یه مطالعه روی 16 بیمار سرطانی با استفاده از دستگاه رایف ترتیب داد. تو 3 ماه 14 نفر از 16 بیمار کاملا درمان شدند. دکتر رویال ریموند رایف درمان سرطان رو کشف کرده بود و همین کشف نابودش کرد.
کشف رویال ریموند درایو یه پیروزی بود. آزمایش بالینی اون تو سال 1934 موفقیت بزرگی بود. در این کلینیک 16 مورد بدخیمی های مختلف تحت درمان قرار گرفتن. 3 ماه بعد 14 مورد از این موارد که زمانی ناامید کننده تلقی می شدن توسط تیمی متشکل از 5 پزشک از جمله دکتر الوین جی فورد پاتولوژیست گروه درمان شده بالینی اعلام شدند. اولش جامعه پزشکی ایده های رایف رو رد کرد. این ایده که امواج رادیویی ساده بتونن موفق بشن در حالی که درمان های دیگه و جراحی شکست خوردن، خب این مسخره به نظر می رسید. فکر می کردن که دیگه کسی روی تحقیقات رایف سرمایه گذاری نمی کنه و اون به فنا میره. اما این اتفاق نیفتاد. برای اینکه تحقیقات پزشکی سرمایه گذاری بشه، شما به حمایت صنعت داروسازی نیاز دارین. اما رایف به حمایت مالی داروسازای بزرگ نیاز نداشت. اون توسط چند سرمایه گذار خصوصی حمایت میشد، از جمله ویلیام تمکن که یه کارخونه تولید بولبورینگ داشت. اگرچه بولبورینگ ربطی به پزشکی نداشت، اما رایف آزاد بود که هر چیزی رو به هر شکلی که میخواست تحقیق بکنه. دکترای دیگه که دیدن رایف دست بردار نیست، فکر کردن بهتره کارشو از نزدیک ببینن. رایف بیش از 400 بار از دستگاهش روی تومورهای حیوانات استفاده کرد. هر بار جواب گرفت و حتی بدبینترین آدمها رو هم مجاب کرد که به کارش توجه کنن و هیچ کس به اندازه موریس فیشباین بدبین نبود. فیشباین رئیس انجمن پزشکی آمریکا آدم خیلی خشن و بیرحمی بود. بعضی از منتقدین بهش میگفتن موسولینی پزشکی. اولش فیشباین پیشنهاد خرید اختراع رایف رو داد، اما وقتی رایف قبول نکرد رفتار فیشباین تغییر کرد. رایف به کارش ادامه داد، اما پیشرفت کردن روز به روز واسهش سخت‌تر میشد. آدمای مرموزی شروع کردن به رفت و آمد به لابراتوارش. بعضیاشون رشوه می‌خواستن بدن و بعضیای دیگه تهدید می‌کردن. دکترای دیگه ای بودن که از تکنولوژی رایف استفاده کرده بودن، اما انجمن پزشکی آمریکا بهشون فشار آورده بود که یا این کار رو ول کنین یا پروانتون رو از دست میدین. دکتر موریس فیشباین مواظب درمانهای جلی. هیچ سرم، دارو یا ترکیبی از داروها وجود نداره که ما بدونیم قطعا سرطان رو درمان میکنه. هر دکتری که با دستگاه رایف گیر میافتاد اذیت میشد و بدترش. بعد فیشباین یک کمپین ترور شخصیت علیه رایف را انداخت. مقاله هایی تو مجلات پزشکی و روزنامه ها چاپ میشد که رایف رو یه شیاد و شارلاتان خطاب میکرد. در لابراتوار رایف خرابکاری شد، تجهیزاتش نابود شدن، تحقیقاتش ناپدید شدن، زندگیش داشت از هم میپاشید. ضربه نهایی اما در سال 1939 اومد. فیشباین به یکی از سرمایه گذارای رایف پیشنهاد کمک حقوقی داد تا بتونن شرکت تحقیقاتی رایف رو از دست رایف و شرکاش بقابن. رایف سالها مشغول مبارزه با شکایت‌های حقوقی بود، ورشکست شد و انجمن پزشکی آمریکا فعالیت رایف رو ممنوع کرد. رویال ریموند رایف به آرومی بازنشسته شد و با حس شکست خوردگی به الکل پناه برد. حدود 20 سال بعد علاقه دوباره به تکنولوژی رایف باعث شد که جان کرین و جان مارش اونو راضی کنن تا یه دستگاه جدید بسازه. رایف قبول کرد اما کارشون زیاد دووم نیاورد. در سال 1960 لابراتوارشون بدون حکم تفتیش شد. همه تجهیزات و سوابقشون توقیف شدن. رایف یه جورایی از دادگاه قصر در رفت، اما شرکاش به کلاهبرداری پزشکی متهم شدن. حتی با اینکه اون 14 بیمار شهادت دادن که توسط دستگاه رایف درمان شدن، کرین و مارش به 3 سال زندان محکوم شدن. رئیس هیئت منصفه دادگاه یه دکتر از انجمن پزشکی آمریکا بود. رایف دوباره به عنوان یه دروغگو و شیاد شناخته شد و به فقر و ناامیدی کشیده شد. خیلی از همکارای رایف با فجایع مواجه شدند. دکتر میلبانک جانسون در سال 1944 مسموم شد و مرد و همه تحقیقاتش ناپدید شدند. لابراتوار برنت تو نیوجرسی که دستگاه رایف رو برای درمان سرطان می ساخت، به طور مرموزی در سال 1939 در آتش سوخت. همه تجهیزات و تحقیقاتشون نابود شدند. صاحب لابراتوار دکتر جان برنت با ویلیام تمکین فامیل بود، همون سازنده بولبورینگ. بله، دکتر المر نمس یه فیزیکدان هسته‌ای، پزشک و طراح میکروسکوپ بود. در سال 1969 داشت سعی میکرد کار رایف رو تکرار بکنه، اون هم تو هتل مرد. تخت خوابش یهو آتیش گرفته. 2 سال بعدش در سال 1971 رایف دچار حمله قلبی شد. خب
تو بیمارستان بعد از اینکه بهش به طور تصادفی دوز کشنده ای از والیوم دادن اون مرد، تصادفی. اما ایده های رایف با مرگش از بین نرفت. پیشگامان دیگه دنبال روش های جایگزین برای درمان بیماری ها بودن. این پیشگامان پزشکی از بین نرفتن، اما موریس فیشباین و انجمن پزشکی آمریکا هم از بین نرفتن. جامعه پزشکی طب سنتی رو دوست نداره. تو قرن 19 هم دو نوع پزشک تو آمریکا وجود داشت، پزشکان آلوپاتیک یعنی امروزی و شفادهنده های جایگزین یعنی همونی که میگیم طب سنتی. پزشکان آلوپاتیک بیماری ها رو تشخیص می دادن و با داروهای شیمیایی یا جراحی یا روش های دیگه درمان می کردن. شفادهنده های سنتی از درمان های طبیعی استفاده می کردن. چون هر کسی می تونست ادعا بکنه که طب سنتی بلده، خیلی ها این کار رو انجام می دادن. شفادهنده های سنتی ارزونتر و زیادتر بودن. به همین دلیل بازار دکترها کساد بود و پول خوبی در نمی آوردن. پس در سال 1847 یه اتحادیه صنفی به اسم انجمن پزشکی آمریکا رو تشکیل دادن. وظیفه یه اتحادیه میدونید محافظت از منافع اعضای خودشه. در سال 1901 ژورنال انجمن پزشکی آمریکا یه بیانیه منتشر کرد. اگر اعضای اون بخوان تبابت رو شغلی سودآور بدونن، باید از گسترش این حرفه جلوگیری بشه. انجمن پزشکی آمریکا بنیاد کارنگی رو آورد تا دانشکده های پزشکی رو بررسی بکنه. در سال 1910 اونها یک گزارش منتشر کردند که خواستار استانداردسازی آموزش پزشکی و حذف روش های غیر علمی شدن. دانشکده های طب سنتی مجبور شدند که این دوره ها رو حذف کنن یا اینکه بودجهشون قطع می شد و صلاحیتشون برای اعطای مدرک دکترای پزشکی رو هم از دست می دادن. این اقدام منجر به کاهش قابل توجهی در تعداد دانشکده های پزشکی آمریکا شد. اونا مقدار زیادی پول به دانشکده هایی که می خواستن همکاری کنن پیشنهاد دادن. یه شبه همه دانشگاه های بزرگ کمک های مالی زیادی از این منابع دریافت کردند و یه دو یا سه نفر از افرادی که گفته شد رو به عنوان عضو هیئت مدیره شون قبول کردند و عملا دانشگاه ها توسط منافع مالی که پول رو تامین کرده بودند تصاحب شدند. در سال 1904 160 دانشکده به بیش از 28,000 دانشجو مدرک دکترای پزشکی میدادند. اما تا سال 1920 فقط 85 دانشکده پزشکی مونده بود. تا سال 1935 این تعداد به فقط 66 دانشکده کاهش پیدا کرده بود. بیشتر دانشکده های پزشکی برای سیاه‌پوستا و همه دانشکده های پزشکی برای خانم ها بسته شد. پس اگه سیاه پوست یا خانم بودی، گرفتن مدرک دکترای پزشکی و عضو شدن تو انجمن پزشکی آمریکا سخت بود. پزشک تنها کسیه که با آموزش، تجربه و قانوناً مجاز به مراقبت از بیماراست. انجمن پزشکی آمریکا طب آلوپاتیک رو به عنوان تنها نوع قابل قبول طبابت تثبیت کرد. طب جایگزین به حاشیه رفت و تو بعضی موارد غیر قانونی شد. پزشکان از اون نقطه تاریخی به بعد آموزش استفاده از داروهای شیمیایی رو دیدن. منافع صنعت داروسازی به همین شیوه بر تمامی مؤسسات آموزشی معتبر در آمریکا تسلط پیدا کردند. جالبه که این کارها با هزینه خیلی کمی انجام شد. هر بار که یه نوع جدیدی از طب جایگزین معرفی میشد، انجمن پزشکی آمریکا بهش می توپید. جورج داک سیمونز از سال 1900 تا 1924 رئیس انجمن پزشکی آمریکا بود و موریس فیشباین از 1924 تا 1949. اونها شفادهنده های جایگزینیت یعنی طب سنتی ها رو به عنوان شایعات برچسب دادن و از ژورنال انجمن پزشکی آمریکا برای خراب کردن وجهه هر کسی که تهدیدی برای طب متداول می دیدن استفاده کردند. سازمان غذا و داروی آمریکا در سال 1906 تشکیل شد، اما تا سال 1962 شرکت‌های داروسازی مجبور نبودند که ثابت کنند داروهاشون جواب میده و ایمنه. قبل از اون شرکت‌های داروسازی به تاییدیه انجمن پزشکی آمریکا نیاز داشتند. پس چجوری داروها تایید می‌شدن؟ با پرداخت پول. اگه یه شرکت داروسازی بودی و می‌خواستی تو ژورنال انجمن پزشکی آمریکا باشی، باید پول می‌دادی و همین بود.
انجمن پزشکی آمریکا داروها رو برای ایمنی یا اثربخشی تست نمی‌کرد. اونها نه لابراتوار داشتن و نه محقق. انجمن پزشکی آمریکا فقط پول جمع می‌کرد. حتی رؤسای انجمن پزشکی آمریکا قبل از تایید دارو سهام اون شرکت داروسازی رو می‌خریدن تا وقتی قیمت سهامش بالا میره بتونن بفروشن و سود کنن. دکتر ماکس گیرسون اشتباه وحشتناکی کرد وقتی که ادعا کرد که سیگار کشیدن میتونه باعث سرطان بشه. اون نمیدونست که تو اون زمان بزرگترین حامی مالی انجمن پزشکی آمریکا فیلیپ موریس بود که یه شرکت دخانیات آمریکایی سوئیسیه. موریس فیشباین سریعاً یک کمپین را انداخت تا اینو القا بکنه که سیگار کشیدن نه فقط ایمنه بلکه توسط دکترها توصیه میشه. بله، طبق این نظرسنجی اکثر دکترها بیش از هر سیگار دیگه این سیگار کمل میکشن، پاکت پشت پاکت، هفته به هفته. خودتون ببینین چرا سیگار کمل بین دکترهای آمریکا اینقدر محبوبه. سیمونز در سال 1924 به عنوان یه مرد ثروتمند بازنشسته شد و بعد فیشباین سر کار اومد. راستی سیمونز دکتر نبود. اون مدرکشو از کالج پزشکی راش به صورت پستی گرفته بود. حداقل فیشباین تو دانشکده پزشکی درس خونده بود. هرچند که دانشجوی درس خونی نبوده. اون کارآموزیشو تموم نکرده و طبابت هم نکرده. هیچ وقت مریضی رو ویزیت نکرده. هیچ وقت. در سال 1938 همراه با انجمن پزشکی آمریکا فیشباین به خاطر نقض قانون ضد انحصار شرمن متهم شد. انجمن پزشکی آمریکا محکوم شد و جریمه پرداخت کرد، اما فیشباین تبرئه شد، یعنی یه جورایی قصر در رفت. با این حال اون داشت جیباشو پر پول میکرد. در دوران ریاست فیشباین مردم نسبت به انجمن پزشکی آمریکا منتقدتر شدند. به نظر میرسید که انجمن پزشکی آمریکا به جای اینکه به فکر سلامتی مردم باشه بیشتر به فکر پول درآوردنه. بالاخره فیشباین در سال 1949 از انجمن پزشکی آمریکا بیرون انداخته شد یا استعفا داد. به هر حال فیشباین در دوره ریاستش بدجنسی‌های زیادی کرد، البته یه جاهایی هم مفید بوده. برگردیم به دوران ریاستش بر انجمن پزشکی آمریکا. در سال 1924 هری هکسی یه درمان غیر متعارف برای سرطان توسعه داد. یه درمانگر خود آموخته از ایلینوی بود که ادعا میکرد داروی گیاهیش از پدر بزرگش بهش رسیده. تا دهه 1950 کلینیک هکسی تو دالاس بزرگترین مرکز درمان خصوصی سرطان تو دنیا بود که تو 17 ایالت شعبه داشت. و الان ما تو پرونده هامون هزاران هزار پرونده و سوابق پزشکی داریم. اثبات پاتولوژیک، عکس‌های رادیولوژی که ما قطعاً سرطان رو درمان می‌کنیم، هم سرطان داخلی و هم بیرونی. هکسی گزارش داد که نرخ موفقیت خیلی بالایی داره که توجه موریس فیشباین رو جلب کرد. هکسی محصول و روشش رو برای فیشباین و اعضای دیگه انجمن پزشکی آمریکا نشون داد. روز بعد فیشباین پیشنهاد خرید فرمول هکسی رو داد. هکسی به این ایده علاقه داشت، اما اصرار کرد که به کسایی که نمیتونن هزینه درمان رو بدن خدمات درمانی رایگان ارائه داده بشه، مثل کاری که خودش تو کلینیکاش میکرد. فیشباین ناراحت شد. اون خواستار کنترل کامل تجارت و سود برای 9 سال بود. بعد از اون اگه انجمن پزشکی آمریکا رضایت داشت و درمان جواب میداد، هکسی 10% سود رو میتونست بگیره. هکسی از فروش داروش منصرف شد و مثل رویال ریموند درایو، هکسی با خشم فیشباین مواجه شد. از سال 1926 تا 1931 هکسی 119 بار به اتهام طبابت بدون پروانه بازداشت شد. بین سالهای 1937 و 1939 اون در تگزاس بیش از 100 بار بازداشت شد. فیشباین هکسی رو به عنوان بزرگترین شیاد سرطان قرن نامید و سازمان غذا و دارو رو تحت فشار گذاشت تا کلینیکش رو ببنده. بیمارا اذیت شدن، سوابقشون توقیف شدن و کلینیکاش تعطیل شدن. هکسی کوتاه نیومد و مقابله کرد. اون از فیشباین و انجمن پزشکی آمریکا به خاطر افترا و تهمت شکایت کرد و بالاخره در دادگاه برنده شد. فیشباین مجبور به استعفا شد یا دکش کردن و تو دادگاه اعتراف کرد که درمان هکسی سرطان خارجی رو درمان میکنه، یعنی سرطان جلدی رو. هکسی تونست شکاک‌ها رو متقاعد بکنه، از جمله ادا ال تمپلتون، دستیار دادستان منطقه دالاس که هکسی رو تقریبا 100 بار بازداشت کرده بود. وقتی سرطان برادر تمپلتون توسط هکسی درمان شد، تمپلتون وکیل هکسی شد.
ولی بالاخره در سال 1960 بعد از 36 سال فعالیت کلینیکای آکسی تعطیل شدند. حتی با حمایت سناتور المر توماس درمان گیاهی آکسی هیچ وقت به طور رسمی تست نشد، چون فقط یه سناتور زورش نرسید، یعنی زورش به انجمن پزشکی آمریکا نرسید. به نظر میرسه که انجمن پزشکی خیلی سازمان یافته هست و اونها تصمیم گرفتن که شما و مؤسستون رو نابود کنن. به نظر میرسه که مسئولین دولتی میترسن که اگه حرکتی بکنن یا چیزی بگن که مخالف خواسته های انجمن پزشکی باشه ازشون انتقام گرفته میشه. به عبارتی مسئولین دولتی به نظر میرسه که از کار و حتی از جونشون میترسن. تو انتخابات بعدی انجمن پزشکی آمریکا لابیگری سنگینی علیه سناتور توماس کرد. حتی با اینکه توماس خیلی محبوب بود، تو انتخابات مقدماتی توسط مایک مانرونی شکست خورد. رأی‌گیری یه شکست بزرگ و یه شگفتی برای همه بود، اما برای انجمن پزشکی آمریکا تعجب‌آور نبود. هر چیزی که از طبیعت بیاد نمیشه روش پتنت گرفت. اونها علاقه ای به این ندارن. اون و البته سازمان غذا و دارو میگه که استفاده ازش غیر قانونیه، مگه اینکه برای اثر بخشی و ایمنی تست شده باشه. حالا این دور باطل رو میبینی که توش گیر کردی. هیچ چیز طبیعی صرف نظر از اینکه چقدر مؤثر باشه، هیچ وقت از نظر ایمنی یا اثر بخشی توسط سازمان غذا و دارو تایید نمیشه. هیچ وقت. پس بنابراین هر چیزی که از طبیعت بیاد همیشه توسط سازمان غذا و دارو به عنوان اثبات نشده محکوم میشه. سرطان تقریبا همه رو تحت تاثیر قرار میده و اگه الان داره مستقیم یا غیر مستقیم بهت آسیب میزنه، متاسفانه اینا واقعیت‌های داستان امروزه. فرمول هاکسی هنوز میگن تو بازار هست، اما امتحانش نکنید. بدون مشورت با دکترتون واقعا هیچ کاری نکنید. فرمول هاکسی تست شده و البته هیچ مدرکی وجود نداره که اثبات بکنه که هر نوعی رو درمان میکنه. در واقع ممکنه خطرناک هم باشه. حدس بزنین خود هری هاکسی چجوری مرد؟ سرطان. سرطان پروستات. اون از فرمول خودش روی خودش استفاده کرد و جواب نگرفت. اون به طور مخفیانه جراحی کرد و 7 سال بعد مرد. 7 سال سخت. موریس فیشباین و همه اون چیزای بدی که درباره انجمن پزشکی آمریکا گفته شد، خب تقریبا همشون درستن. فیشباین آدم کثیفی بود. اینکه آیا اون قبول کرد که فرمول هاکسی جواب میده یا نه، مدرکی نیست. فکر میکنم که این فقط بخشی از افسانه است. اما در دفاع از فیشباین، اون چند تا از کلاهبرداری ها رو البته افشا کرد. انجمن پزشکی آمریکا واقعا به عنوان یک سازمان برای سرکوب درمانگرای استفاده کننده از درمانهای طبیعی شروع به کار کرد تا دکترها بتونن پول بیشتری در بیارن، اما پیدا کردن تاریخچه و سوابق واقعی فیشباین و انجمن پزشکی آمریکا سخته. تو اینترنت خیلی از این چیزا نیست. حالا رویال ریموند رایف، اون دکتر نبود، اون یه مدرک افتخاری داشت. اون احتمالاً تو بیمارستان با والیوم کشته نشد، احتمالاً خودش والیوم مصرف میکرد. آیا اون یه نابغه بود؟ بله بود. اون درمان سرطان رو پیدا کرده بود؟ نمیدونیم. مدرکی وجود نداره که دستگاهش جواب داده باشه، اما بعضی ها سعی کردن که بسازنش و آسیب دیدن یا مردن. و اگه یکی از اونها رو برای فروش دیدید، بدونید که کلاهبرداریه. اما واقعا میتونی چیزها رو بشکنی اگه اونها رو در معرض فرکانس درست قرار بدی. پس درباره سلولهای سرطانی چی؟ خب این یه سخنرانی تد از آنتونی هولند حدود 10 سال پیشه. اون یه استاد موسیقی بود، اما داشت با یه لابراتوار کار میکرد که از صدا برای حمله به سلولهای سرطانی استفاده میکرد. ما الان میدونیم که سرطان بین فرکانس های 100,000 هرتز و 300,000 هرتز آسیب پذیره. پس حالا ما به سلول های سرطان خون حمله میکنیم. سلول سرطان خون شماره 1 سعی میکنه یک کپی از خودش بسازه، اما سلول جدید به تکه های زیادی خورد میشه و روی اسلاید پخش میشه. به نظر قانع کننده میاد، اما آیا جواب میده؟ نمیدونیم. یه سوال بزرگتر و تاریکتر. آیا داروسازی های بزرگ جلوی داروهای معالجه کننده سرطان رو میگیرن یا ساختن اون رو پنهون میکنن؟ چون آدمای مریض بیشتر یعنی سود بیشتر.
نمیشه اینطور فکر کرد. عملکرد شرکت‌ها به مدیران اون شرکت‌ها برمیگرده. مدیران فقط به فکر بالا بردن سود شرکتن، اما دکترها، دانشمندا و محققای این شرکت‌های داروسازی، اونا نقشی در بدجنسی شرکت‌ها ندارن. اگه درمان سرطان یا هر بیماری دیگه‌ای وجود می‌داشت، نمیشد مخفیش کرد. چرا؟ چون اون آدمای خوب توی لابراتوارها چنین چیزی رو قبول نمی‌کنن. به علاوه اگه درمان مخفیه، کی ازش استفاده میکنه؟ میلیاردرا؟ استیو جابز یه نخبه میلیاردر بود. اون تو سن 49 سالگی مبتلا به سرطان تشخیص داده شد. اون برای هر نوع درمانی که میخواست، چه متداول چه غیر متداول، هم پول داشت هم آدمشو. در واقع استیو جابز 9 ماه اول بعد از تشخیص، برخلاف میل دکترش، فقط درمانهای جایگزین یعنی سنتی رو امتحان کرد. استیو جابز پول نامحدودی داشت، اما بازم در مقابل سرطان شکست خورد. بهتر ویدیو رو با یه خبر امیدوار کننده تموم کنیم. تحقیقات در مورد سرطان ادامه داره و شاید نشنیده باشین. آزمایش‌های سرطان حتی به فضا هم کشیده شدن. نمونه‌هایی از سلول‌ها و تومورهای کوچیک سرطانی رو به ایستگاه فضایی فرستادن تا عکس‌العملش رو ببینن. اولین چیزی که مشاهده شد این بود که تومورها در عرض فقط 10 روز 3 برابر بزرگتر شدن، در حالی که روی زمین 10 سال طول میکشه تا اینقدر رشد کنه. و البته به همین شدت که رشد میکنه، دانشمندان میتونن به همون سرعت انواع داروها رو روشون آزمایش بکنن و بالاخره دارویی کشف کردن که جلوی تکثیر شدن سرطان رو میگیره. این دارو احتمالاً تا پایان امسال مورد آزمایش بالینی قرار میگیره. امیدوارم هرچه زودتر تایید بشه و در دسترس عموم قرار بگیره. اگرچه درمان قطعی نیست، با این حال قدم بسیار بزرگیه برای کنترل این بیماری لعنتی. به هر حال در مورد سلامتی هم مثل موارد دیگه حرف و حدیث زیاده. امیدواریم که علم پزشکی بتونه هرچه زودتر درمانی قطعی برای هر نوع سرطانی پیدا بکنه. این کپسول هایی که میبینید داخلش بدن آدماییه که یه عالم پول دادن به شرکت ها تا اونها رو فریز کنن. اکثر اونها سرطان داشتن و قراره هر وقت درمان قطعی براش پیدا شد دوباره زنده بشن. چه 10 سال دیگه؟ چه 100 سال دیگه؟ امیدوارم همیشه سالم و تندرست باشیم و قدر سلامتیمون رو بدونیم. تا دیدار بعد، بدرود.